ویروسی که آمریکای لاتین شناسایی کرده و در رابطه با اون هشدار اپیدمیولوژیک داده، در ایالات متحده و بخشی از اروپا تا کنون باعث مرگ 200,000 نفر شده و حداقل 1,000,000 نفر را در سراسر جهان آلوده کرد. این یک نوع ویروس آنفولانزای تهاجمی است که به دلیل ناشناخته بودنش هیچ واکسنی برای اون وجود نداره. دولت فدرال دارویی تهیه کرده که قصد داره در مرکز بهداشتی به صورت رایگان توزیع کنه. دنیا قبل ما هم وجود داشته. قبل اکسیژن ما با نابودیمون بهش لطف میکنیم. عوضی ها ما که هممون مریض نیستیم. مثل بریدن یه بازوی آلوده قبل از شوی قانقاری است. یا بریدن پا. گازت گرفتن درست؟ نه، این یه چیز دیگه است. انسان بیش از حد انسانه. در نهایت ما هنوز حیوانیم. مهم نیست چقدر با تکنولوژی احاطه شده باشیم. از مکانهای شلوغ به شدت دوری کنید. از افراد مبتلا به عفونت تنفسی دوری کنید. دست‌ها رو دائما با آب و صابون بشویید. از روبوسی و دست دادن خودداری کنید. سرنوشت ما در لبه ناپایدار پرتگاه در حال حرکت، در کنار روزمرگی ها. به نظرت این آخرشه؟ پایان آخرش؟ بدون جهتی ثابت به سمت افق قدم میزنم، با مقصدی نامشخص. به آسمون نگاه میکنم، پر از آرامش و حس خوبم، چون زندگی هنوز در اومده. در چند روز گذشته کشور ما با یکی از پیچیده ترین ناملایمات در این چند سال اخیر روبرو شده است. گرسنته؟